سلام، مسابقات گزینشی تیم ملی آب بازی کشور با شناخته چهره های برسر به پایان رسید. نفرات برتر نخستین دور رقابت های انتخابی تیم ملی آب بازی کشورمان جشن امروز با غلبه بر حریفان موفق شدند تا پیراهن تیم ملی کشور را برتن کنند. این مسابقات با حضور 30 آب باز برتر به مسافه 72 متر برگزار شد که حامد، محمد امران، سید منصور، عبدالرب، فیصل و گل محمد به ترتیب مقام اول تا ششم را به دست آوردند. این مسابقات میان جوانان و نوجوانان کشور در حوزه کابورای شهر کابل از سوی فدراسیون این رشته راه اندازی شده بود. نفرات برتر این پیکارها جهت آمادگی در مسابقات جهانی آب‌بازی به تیم ملی کشور دعوت شدند. و اما بسکتبال کشورمان، مسابقات گزینشی تیم منتخب بسکتبال بانوان پایتخت پیگیری می شود. سومین روز از رقابت های انتخابی منتخب بسکتبال شهر کابل فردا با دو دیدار برگزار می شود که تیم های سنگر الف و افغان به مسافه حریفان می روند. در این روز ابتدا دو تیم سنگر الف و سنگر بی به مسافه یکدیگر می روند و بازی دوم را تیم های افغان کلب و شاهین برگزار می کنند. روز پنجشنبه نیز تیم سنگر بی با نتیجه 16 بر 9 خورشید را شکست داد و افغان کلب 15 بر 10 مرجو را مغلوب ساخت. این مسابقات با حضور 8 تیم برتر پایتخت از سوی فدراسیون این رشته برگزار شده است که در پایان 24 چهره برتر موفق می شوند پیراهن تیم منتخب شهر کابل را برتن کنند. و اما در جهان فوتبال، بانوی پیر مغلوب مهمان نشد. هفته چهارم رقابت های فوتبال سری ای ایتالیا شب گذشته با شکست یوونتوس به پایان رسید. در این شب شاگردان دلنری در ورزشگاه تورین میزبان پالرمو بودند که با نتیجه 3-1 بازی را به مهمانشان واگذار کردند تا 3 امتیاز خانگی را از دست بدهند. یوونتوس هفته گذشته موفق شده بود تا اودینزه را با 4 گل در هم کوبد، اما با این شکست بر رده 15 رده‌بندی سقوط کرد. در جدول هم انتر با 10 امتیاز صدرنشین است و تیم‌های کیوو و برشا با 9 امتیاز در رده‌های بعدی قرار دارند. هفته پنجم این مسابقات نیز فردا شب با دو دیدار آغاز می‌شود که مهمترین دیدار این هفته را تیم‌های انتر و روم برگزار می‌کنند و ایس میلان نیز در سن سیرو پذیرای جنوا است. پایان خبرهای ورزشی. جهان، سپاس از همراهیتان تا این لحظه. خدا نگهدار، موفق باشید.